وصلیت بگویم که تو رفته بیزه دیگه دل تصفیت ندارم من پیرهن دریده چو به خشت سرنهادی ز تپش گرو افتادی همه ماند از تپیدن دل خاک داغ دیده چه نیاز آسمان را خبر از غروب گفتن که شفق به خون کشیده نشنیده یا شنیده نه ملامتیش در خوردل خونی شقایق نتوانه در نهفتن رگ سرخ سر بودیده مشکن به شیون شب ملکوت بیشزاران به نوای نوبه نهی ابدیت آمیده به طواف خاک رفتم پی باقی ترابت چه علشت اون سرا همه دیده و ندیده اگر از کناره شب نترابد آفتابی نرسد امید فردا به کرانه سمیده ز چه رو زبان ببندم ز ملیح حسن خوبان نرسد به انتهایی سیلان این بسیده به کمال تا رسیده گل واژه های شعرم به سرود لحظه هایم قطرات خون چکیده به گذار این گذرگه خط خون عاشقان گیر بنگر نشان ما را به سطور این جریده تو حضور جاودانی که به ژرف جان نهادی چه خطا گمانه کردم که تو رفته ای زدیده مرثیه گویی برای دوست وظیفه ایست بی نهایت دردناک و طاقت فرسا و شوربختانه در سایان اخیر این درد بارها و بارها استخوان‌های من را خرد کرده و کمرم را شکسته است به راستی شگفت‌انگیز است که آدم این همه تاب می‌آورد یاران موافق یکان یکان از دست می‌شوند و هر بار تکه‌ای از گوشت و پوست ما را می‌کنند و با خود می‌برند و این دور بی بدایت و بی نهایت همچنان تکرار می شود تا کی نوبت ما را فرارسد وقتی انسان عزیزی را از دست می دهد احساسات گونه‌گونی به ذرات وجودش چنگ می زند غم، درد، انکار و نفی حقیقت خلق عمیق و ناباوری بسیار گل که از کف من برده است باد اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم نبود ناگهانی عزیزی که عمری در کنارش گذرانده ایم و در خوشی و ناخوشی در درد و بیدردی همراهش بوده ای گاهی فراتر از تحمل انسان است بودن و ناگهان نبودن خلق هزاران خاطره و تصویر و صدا به لحظه ای در برابر چشمان عشق‌آلودت رژه می رود مگر می شود که دیگر نباشد شاید بیش از هر حس دیگری حسرت و غبطه خوردن به گذشته وجود آدم را فرا می گیرد اینکه چرا بیشتر در کنارش نبودم چرا بیشتر نبوسیدم و نبومیدمش چرا او را بیشتر نخندادم و با او نخندیدم چرا با او تندی کردم چرا او را رنجاندم و چرا از او رنجیدم چرا از هر لحظه بودن با او آنقدر که می توانستم لذت نبودم آدم هیچ وقت به درد عظیم از دست دادن عزیز عادت نمی کند یاد می گیرد که با درد بسازد گریز و خوزی نیست
باید صبور بود و با خیش نشست، در خیش گریست، در خیش شکست. سهراب دوست من، یار من، رفیق من، 50 سالی پیش و کم، غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام کشم. حالا باید از سهراب هم با فعل ماضی یاد کنم، بود و دیگر نیست و چه سخت است این کار. سهراب هم مثل من و بسیاری از شما از بچه های تلویزیون بود، تلویزیون و بعدها سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، بچه هایی که بزرگ شدند و گرد پیری بر روی و موی و جسم و جانشان نشست، اما همچنان بچه هستند. رشته مهر و الفتی که این بچه ها را از 50 سال پیش به هم پیوست به هیچ ترفندی گسستنی نیست. و فکر میکنم هم اکنون من به نمایندگی از جانب همه این بچه ها حرف میزنم. سهراب در زمانه نامردم که رفاهت در آن کمیابترین گوهر دنیاست همیشه رفیق بود. اگر قدمی برای رفیقی برمیداشت که همیشه برمیداشت، نه به چشم داشته قدردانی که صرفاً به حرمت دوستی بود. رفاقت را پاس داشتن و یاد روزها و شبهای رفت با هم را ارج نهادن برایش نتنها فریضه که وظیفه بود. مهرش را با نگاهش در وجودت می‌ریخت و اگر حرفی می‌زد و قولی می‌داد و عهدی می‌بست، نه از زبان که از دل بود. خوشبخت ما که سالیان دراز در حضر و در سفر رفیقی همدمی همدمی تو رو داشتیم. شوربخت کسیست که دوست ندارد. بیشمارانی دوست دارش بودند و دوستش داشتند و بیشمارانی بر مرگ قریبانش عشق بشندند. سهراب شیدای زندگی بود و خصم مرگ، آن گونه زیست که میخواست و کوشید به ما بیاموزد که چگونه باید زیست. در زندگی خندید و خنداند، در مرگ خندید و گریاند. ساده بود و سلیم، رنگ و ریان نداشت، ادا نداشت، همان بود که میدیدی. میگفت هر چه دل تنگش میخواست. زبانش گاه گزنده بود و تند، اما میدونستیم که از سر مهر چنین است. سهراب اقوان یک حرفه‌ای کاربلد به تمام معنا بود. با تصویر و صدا زندگی می‌کرد. تنها پسرش را می‌پرستند. خانواده و دوستانش را عاشقانه دوست داشت و از آنچه بر میهنش رفته به شدت در عذاب بود. سالیان آخر را در چنگال بی‌رحم بیماری جانکاه زجر کشید، اما یادمان داد چگونه زیستن را، از پا ننشستن را، جنگیدن را. یادمان داد خندیدن را در اوج درد و تابش خورشید را در زمانی سرد. هرگز از پا ننشست. به ما آموخت که در انتظار مرگ نشستن مردن پیش از موقع است و باید در مبارزه با مرگ مرد. تا واپس این نفس تسلیم نشد و گریبان امید را رها نکرد. سهراب به مرگ خندید و خندان بود و رستم سرطان سرانجام سهراب را از پا فکند. تو نسب از دو پدر می بردی، در زمین از سهراب، در زمان از سیمون. نام نفرین شده یه پور تهمتن به زمین هم زد و گرچه از سوی دگر
وارث شاهان سپهر، یعنی از طایفه بیمرگان، یعنی از سلسله قاف نشینان بودی. جسم دوست دیرین من سهراب دیگر با ما نیست، اما یادش هست و خواهد بود و راستی را که مرگ پایان کبوتر نیست. پرواز سهراب را به فرزند برومندش امیرعلی، خواهرش مهناز، برادرانش محمد رضا کوروش و داریوش، به تک تک اعضای خانواده، به همه بچه های تلویزیون، به انبوه بیشمار دوستان و دوستدارانش، به یکایک شما، به خودم و به فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم. و یقین دارم که از دور، خیلی دور، ما را می‌نگرد و با لبخند روی من را می‌بوسد. و این دریغ ده پا ساله همچنان با ماست که هنرمند تکرار ناپذیر دیگری فرسنگ ها دورتر از زادگاهش در زیستگاه در قربت چشم بر جا می‌بندد. سهراب اخوان در نوروز زاده شد و در آستانه نوروزی دیگر رفت و دلم برایش سخت تنگ است. درد را با که بگویم؟ کس نیست. لب من خاموش است، قلب من بی‌زبان. تپش پنجره یادآور دلتنگی توست، قاب تنهایی من نیست. چون چه شتاب آلوده پر کشیدی به سحرگاه شکفتن و سراپرده باغ که از اندوه به جان آمده است، داغ بر پیشانی زیر تن پوش سیاه، در عزای تو عزیز رفته خون دل می‌گردد. باری پاک ترین هر گشودی و نیندیشیدی که گل کاشته از زیر گرمای کبیر بودن دست و پا میزند و میپوسند. اینک اما سایبان دستت بر کدام این باد ساده گستر شده است؟ بار من بی باران، آتشینک بی دود، دود بی خاکستر، فصل پاییز قریب، زردی برد به روح، غم قربت در باد، غم دل با که بگویم با باد. محترم همایون خسروی، دیوید و آمین سپارم. روز بخیر.